میخائیل میشوتسن صدر اعظم روسیه با لی کیانگ همتای چیناییش و شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز چهارشنبه در بیجینگ ملاقات کرد. چین وعده حمایت از منافع اصلی روسیه را داد. و اما هزاران کیلومتر دورتر، اوکراین اتهام‌های مسکو مبنی بر حمله با درون بر منطقه بلگرود روسیه را رد کرد. چین نیز برای میانجیگری بین مسکو و کیف، لی هوی نماینده ویژه خود را در امور یوروشیا به اروپا فرستاده است. کنگانگ وزیر خارجه چین اخیراً خواستار برقراری آتش بس بین اوکراین و روسیه شد. امیدواریم طرفهای دخیل در بحران بی‌طرف و آرام باقی بمانند و برای آتش بس زود هنگام توقف جنگ و احیای صلح تلاش ورزند. اما مارکیتا پیکارو آداموفا رئیس مجلس سفلای پارلمان جمهوری چک در صحبت با صدای امریکا در مورد تلاش‌های چین برای آوردن صلح در اوکراین ابراز شک و تردید کرد. او گفت تا زمانی که روسیه تمام سرزمین‌های اشغالی اوکراین را برنگرداند جنگ به پایان نخواهد رسید. چون اشغال سرزمین‌ها بر شکل یک نوع متفاوت جنگ است. جنگ زمانی پایان می‌یابد که اوکراینی‌ها خود تصمیم بگیرند که شرایط ختم جنگ برای آنان قابل قبول است. دریک شولت مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا از تلاش‌های چین برای آوردن صلح در اوکراین استقبال کرد. او در صحبت با صدای آمریکا گفت که چین می‌تواند بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن جنگ در اوکراین فشار وارد کند. با این همه این مقام وزارت خارجه آمریکا در مورد تلاش‌های چین ابراز شک و تردید کرد. تا کنون نشانه زیادی ندیدم که چین تمایل برای استفاده از نفوذ خود بر روسیه داشته باشد. همچنان هیچ اقدامی را نیز ندیدم که نشان دهد که حتی اگر چین مایل به استفاده از نفوذ خود باشد، این کار چین منجر به تغییر افکار پوتین خواهد شد. در یک انکشاف دیگر، دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین به افریقا رفته تا جلو گسترش نفوذ روسیه در افریقا را بگیرد و حمایت کشورهای افریقایی را به دست بیاورد. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی.